آقای دایی، اظهارات آقای دکتر افراسیابی رو شنیدید در مورد اینکه یک نکته که ایشون مطرح کردن که میگویند که آژانس تحت فشار آمریکا و غربیان و همچنین شورای امنیت. عرض کنم که آقای فروری، اولا که داوید آلبرایت که خیلی همیشون هم دیگر کسانی که با حکومت ایران همکاری میکنن خیلی تکیه میکنن، داوید آلبرایت همیشه دنبال کارهای اتمی بوده. در اینجا جولای 95 بولتن اتمیک ساینتیست اینجا میگه دونه دونه رو دنبال کرده. من یه دونه رو میخونم. میگه 1992 دولت ایران در اولبا در قزاقستان رفت که اورانیوم بسیار غنی شده که فقط برای بمب اتم رو بخره. آمریکا دخالت کرد با رئیس جمهور ازبکستان قزاقستان و اجازه ندادن که این قاچاق بشه. اما ببینید، این حرفی که ایشون میزنن باید در جوابش همون که آیا میشود، همون که اول برنامه خوندم، واقعا میشه در عصر ارتباطات به این روشنی حقایق رو واقعا قلب کرد. دومی که آقای افراسیابی به چه دلیلی به نمایندگی از مردم ایران برنامه اتمی این حکومت رو که این مملکت رو به سمت تحریم و شاید جنگ ببره که اولین قربانیانش مردم ایران هستن رو به چه دلیل ایشون از طرف ملت ایران و حق ملت ایران میدونه؟ اینجا احمد شیرزاد نماینده مجلس شورا، ایشون مجلس شورای اسلامی، ایشون متخصص مسائل انرژی اتمیه، میفرماید اکنون کار به جایی رسیده است که اساسا امروز هر کارشناسی میخواهد گزارشی در مورد مسائل بنویسد و بحثی بکند ناچار به شعار انرژی اتمی حق مسلم ماست میرسد. چرا؟ چون در نهایت در این مسیر به نهادهای امنیتی مملکت میرسید و کسی حق هیچ حرف زدنی ندارد. بنده از ایشون سوال میکنم، ایشون به چه دلیل در مقالات خودش میگویند که این برنامه ملت ایران، در حالی که اینجا من ده ها سند آوردم در داخل ایران، صدها نفر امضا کردن در ایران، صلح طلبان ایرانی، شخصیت ها، حتی بعضی از احزاب داخل حکومت، حزب مشارکت، سازمان مجاهدین اسلامی تبری میجوان از برنامه که خاتمی و احمدی نژاد و باندهای سپاه و نهادهای امنیتی میرن. این دوتا سوم من خواستم اگه اجازه بدین فرصت باشه برای ایشون خیلی بیشتر از این اسنادی که گفتم باز هم بگم که چطور این حکومت ذره به ذره با برباد دادن تمام منافع این مملکت ضد میهنی این کارای حکومت به دنبال بمب اتم با به دست آوردن اون، ما تردیدی نکنیم که دنیای آزاد اجازه نخواهد داد وحشیانی که بر مملکت ما حکومت میکنند همین سیستم حکومتی رو بر سراسر منطقه اعمال بکنند. به مقابله برخواهند خواست و سرانجام به درگیری خواهد کشید. قربانی این درگیری ملت ایرانه. البته آقای افراسیابی و دوستانشون همانطور که خمینی گفته بود جنگ موهبتی الهی است، تردیدی در این ندارد که برای رسیدن به اهداف خود حتی پای جنگ هم برن. اونها باکی از این ندارن که ملت قربانی بشه. تا جایی که بهای این داستان ها رو ملت ایران بده برای اونها مهم نیست. ولی همونطور که در جنگ ایران و عراق بود وقتی ادامه دادن، وقتی که موسوی اردبیلی گفت رفتیم تو خونه خمینی، گفتیم آقا کار داره به جایی میرسه که مردم ممکنه بریزن سر ما، پدر ما رو دردن. خمینی گفت پس چه کنم؟ جام زهر رو نوشید و آتش بس رو اعلام کرد. این کارهای اتمی این حکومت رو به چه دلیل با کدوم مستنداتی آقای افراسیابی حق مردم ایران یا برنامه مردم ایران میدونن؟ بله. مردم ایران دنبال بمب اتم نیستن، از برنامه اتمی اطلاعی نداشتن تا 5 سال پیش. در ایران سانسور کامل هست. ایشون از کجا آمار و ارقام آوردن که این برنامه ضد میهنی و ضد ایرانی رو جزء حقوق مسلم مردم ایران میدونن؟ بفرمایید. بله آقای فرودی، من واقعا در پاسخ باید همون که آیا میشود رو بگم. اولا ایشون در مقالاتشون، ایشون و دیگران گفتن که علی خامنه ای فتوا داده که بمب اتم حرامه، پس باید اینو قبول کنیم. میدونید که در سال 66 یا 67 اختلاف شد بین علی خامنه ای که اون موقع رئیس جمهور بود و خمینی که رهبر بود. خمینی گفت که ولی فقیه میتونه نماز و روزه مردم رو به خاطر سر حکومت بودن تعطیل کنه، ولایت مطلقه فقیه. بنابراین دروغ گفتن که برای اینا که مثل آب خوردن هر روز، بنابراین فتوای دروغی کاری نداره. یک. دوم، ایشون میفهمن که من اگه بهتر بود مقاله میخوندم و در مورد اینکه نیازهای مملکت به برق و اینها رو بگم. همون آقای شیرزاد که بردنش دادگاه محکومش کردن به شلاق به خاطر گفتن همین، میفهمن که مجلس ششم خیلی تحقیق کرد، مجلس جمهوری اسلامی خیلی تحقیق کرد، در نهایت به اینجا رسیدیم که در مورد پروژه هسته‌ای ایران تنها یک گزارش تخصصی در سازمان انرژی اتمی ایران وجود دارد که آن هم گزارش یک کارمند لیسانسه این سازمان است که در این گزارش تولید برق هسته‌ای توصیه می‌شود، در حالی که در تمام ادله‌هایی که این آقا در این گزارش کرده است دستکاری شده است. بنابراین بنده مطالعه هم کردم، ایشون این حرفایی که میزنه فقط به درد همون سیما کانال 1 و 2 در جمهوری اسلامی می‌خوره. اینجا با دسته کلان و کوران ایشون طرف نیستن. دوم هم این که باز هم من ازشون میپرسم به چه دلیل
با استناد به کدام مدرک ایشون مدعی این هستند که مردم ایران حمایت میکنن. در پایان من از شما اجازه میخوام به من چند دقیقه فرصت بدید، من با مدرک اینجا از قول مقامات داخل ایران، نه منابع دست راستی به قول ایشون که من اصلا امروز به منابع دست راستی تکیه نکردم، نشون بدم که اصولا از روز اول تردیدی داری نه در ایران نه در خارج، تردیدی در نیات نظامی برنامه اتمی ایران وجود نداره. اجازه بدید آقای